سلام دوستای عزیز و نازنین، امیدوارم در هر جای دنیا کستین بر لبانتان خنده و دلتان شاد باشد. با یک سری دیگر از برنامه های آیا پلاس خوش آمدید. اگر مشترک صفحه ما نیستید، لطفاً کلید سابسکرایب را فشار دهید و علامت زنگوله را هم بزنید تا از گذاشتن ویدیوی جدید ما با خبر شوید. و خوشحال میشم که تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. بوسنیا کشوری در جنوب شرق اروپا و پایتخت آن سارایوو می باشد. در 28 جوان 1914 آرشیدوک فرانتس فردیناند، ولیعهد اتریش و خانومش صوفی خوتک در سارایوو کشته شدند. هدف سیاسی این ترور قطع کردن ارتباط پادشاهی اتریش با ولایت های اسلوب های جنوبی و انگیزه تروریست ها ثبت جنبشی بود که بعدها به نام بوسنیای جوان شناخته می شد. دولت اتریش سربیا را با مداخله در این ترور متهم کرد. سربیا با انجام تحقیقات مخالفت کرد و این مسئله باعث اعلان جنگ پادشاهی اتریش به سربیا شد و این آغاز جنگ جهانی اول بود. با پایان جنگ جهانی دوم و تشکیل کشور سوسیالیستی یوگسلاوی، بوسنیا یکی از قسمت‌های بزرگ این کشور را تشکیل می‌داد. بعد از فروپاشی یوگسلاوی، بوسنیا در سال 1992 اعلام استقلال کرد. عرب‌ها 160 هزار دلار در ازای دختر باکره می‌پردازند. با گزارش شبکه تلویزیونی اینیک محلی بوسنیا، اعراب از چند کشور خلیج فارس حاضرند پول زیادی در ازای خرید دختران باکره بوسنیا بپردازند. یکی از آژانس‌های گردشگری دبی شخصی را به بوسنیا فرستاد که می‌خواست دختر باکره را به عنوان همسر آینده برای فرد عربی پیدا کند. با گشتن در یکی از قریه‌های اطراف بوسنیا توانست دختری را برای مرد عرب پیدا کند و 160 هزار دلار از آن مرد عرب بگیرد. قدیمی‌ترین و بزرگترین اهرام دنیا ممکن است در بوسنیا باشد. در شمال غربی سارایوو سلسله تپه‌های قرار دارند که می‌توانند نوع نگاه ما را به تمدن بشری تغییر دهند. طبق نظر یک باستانشناس بوسنیایی، 5 تپه ویسکو در واقع ممکن است اهرام 30 هزار ساله باشند. ولی خیلی از دانشمندان نظر این باستانشناس بوسنیایی را رد کردند. حتما نمی‌دانستید که در پارک ملی سوتیسکا در شرق بوسنیا جنگل بارانی به وسعت 1400 هکتار وجود دارد. این جنگل زیستگاه 170 گونه درخت و هزاران گونه گیاهی و جانوری متنوع می باشد که در فهرست جهانی یونسکو ثبت شده و قدمت آن بیش از 20 هزار سال می باشد. کلیسای جامع جیسون هارت. این کلیسا در سارایوو واقع شده و به نام قلب مسیح شناخته می شود. ساخت کلیسای قلب مسیح توسط یک از معماران تکنیکی به نام اشمیت در سال 1889 ساخته شده. اشمیت که به دلیل بیماری وانکاز به سارایوو فرستاده شده بود، در دوران بیماری خود در طول 38 سال زندگی توانست این کلیسای باشکوه را بسازد و در حال حاضر این بنا به عنوان یک یادواره از او باقی مانده. پل مستار. این پل با لحاظ تاریخی دارای ارزش و اعتبار بالایی است و یکی دیگر از مکانهای دیدنی بوسنیا به شمار می رود که به عنوان یکی از پلهای معروف با معماری قوسدار شناخته می شود. سال ساخت این بنا در دوران امپراتوری عثمانی به سال 1566 باز می گردد. این پل زیبا بر روی رودخانه نارنیا قرار گرفته که این منطقه را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می کند. عرض این پل 4 متر و طول آن 30 متر می باشد. این بنا به عنوان یکی از آثار جهانی در میراث یونسکو به ثبت رسیده است. اکثر بوسنیایی ها مسلمان سنی هستند. همچنین به لحاظ تاریخی صوفی ها نیز نقش مهمی در این کشور داشتند. علاوه بر مسلمانان، اقلیت کروات و سرب هم ساکن جمهوری بوسنیا محسوب می شدند. ولی بنابرای زیادی خواهی های سرب های بوسنیا، خیلی زود در این کشور جنگ داخلی در گرفت. سرب های بوسنیا توسط جمهوری سربستان و روسیه و بلوک شرق حمایت می شدند و کروات ها هم توسط کرواسی و بلوک غرب حمایت می شدند و مسلمانان سخت ترین شرایط را در این کشور داشتند.
متاسفانه نسل کشی و جنایات همیشه در گوشه و کنار جهان رخ میداد. در سال 1993 اروپا شاهد بزرگترین نسل کشی تاریخ خود بود. 8000 جوان و پیر در بوسنیا توسط وحشیای سرب قتل عام شدند. واقع زمانی رخ داد که 400 عسکر هلندی محافظت منطقه سربرینستا را بر عهده داشتند و سازمان ملل متحد این منطقه را منطقه امن اعلام کرده بود. رادوان کارادازوچ رئیس جمهور و رهبر سربهای بوسنیا عامل اصلی جنایات علیه مسلمانان بوسنیا قلمداد می شد. مردم بوسنیا اغلب مسلمان و عیسایی می باشند. در این کشور 50% مسلمان، 21% عیسایی ارتودکس و 15% عیسایی کاتولیک با جمعیت 3,300,000 نفر زندگی می کنند. با این همه فراز و نشیب های اتفاق افتاده، امید به زندگی در این کشور برای مردان 74 و برای زنان 82 سال می باشد و سطح امید به زندگی در بوسنیا به نسبت بالا است. با پایان این بخش رسیدیم. دوستان عزیز، برای عملکرد بهتری ما لطفاً نظرات و پیشنهادهای خود را کامنت کنید.